در این ویدیو سلاخی و سربریدن یک پسر جوان توسط خانواده معشوقش در کابل، پیوستن مالک یک دانشگاه خصوصی به صف طالبان و پیام دلیرانه یک سرباز قهرمان در حضور وزیر دفاع. میکنم فقط هم ارگو کنی که همین دستی ما را جور کنم، همین سیخ فقط از اینجا بکشم پاسمان کنم خودم. با عرض سلام به این مجمع خبری از کانال گزارشگر خوش آمدید. بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع، در سفرش به ولایت بلخ به حیادت سربازان زخمی شده می رود. یکی از سربازان قهرمان که هنوز زخمایش تازه است به وزیر دفاع اصرار می کند که از شفاخانه اجازه مرخصی دهد تا برای مبارزه با تروریست های طالب به میدان جنگ برود. دولت آبادی پریاب زخمی شدم. پیغام ما اینه می هستم که این وطن رو با دشمنان نمانیم. ما خودم که همی جور شم، این دکتران را همار بیتیم که همی جور شم، همی دیسیم پکت، همی سیخ بکشم. ما خودم دیم یک دیس جنگ کردیم، اونا بچه ها شایده هستا. دیم یک دیس جنگ کردیم تا وقتی آخرم جنگ میکنم. تا یک قطره خونی ما در جنگ باشم، ما میکنم جنگ. خاک خدا و مادر خدا، پدر خدا با دشمن تسلیم نمیکنم. خدا خیر. میکی این می احساس داری که خون تا به دفاع وطن ریختون دهی، باز هم که خوب شوی میری زیر دشمن می جنگی، از این که در فدا بکاری بالاتر در می کنم فقط هم ارگو کنی که همی دستی ما را جور کنم، همی سیخ فقط از اینجا بکشم پاسمان کنم خودم جنگ. رفیع احمد نوری 4 سال پیش در همین کوچه در شهرک فردوسی در بگرامی کابل دل به مروه دختر همسایه باخت که از لغمان تازه به آنجا کوچ آمده بود. مادر رفیع می گوید که در این سالها بار به خواستگاری مروه رفت، اما پدر مروه حاضر نشد دخترش را به رفیع بدهد. به گزارش طلوع نیوز، خانواده رفیع می گوید که رفیع بعد از چاشت روز اول عید پیام های پی در پی از مروه دریافت می کند که برایش نوشته بود به دیدنش برود و رفیع شام همان روز به سوی خانه مروه که در چند متری خانه ایشان است می رود. احمد یانوری پدر رفیع می گوید که دختر و پسرش هر دو هم دیگر را دوست داشتند. راستش همین است. پدرش را بار گفتم که این دختر را به بچه هم بده. روز عید قربان پدرش را دیدم کار در دستش بود. گفت قربانی دارم، در حال که گوسفند هم نگرفته بود. رفیع بعد از دریافت پیام های پی در پی به سمت خانه مروه می رود. وقتی به آنجا می رسد با 8 فرد مسلح مواجه می شود. افراد مسلح در اینجا منتظر رفیع بودند. وقتی رفیع می رسد او را لاتکوب کرده با خود می برند. خانواده رفیع روزها پسرش را جستجو می کنند. اما پس از 5 روز نیروهای امنیتی جسد بی سر او را که در دو خریطه بسته شده بود در منطقه حوزه 19 پیدا می کنند. نظیفه مادر رفیع می گوید که جسد تکه شده پسرش را در 2 بوجی انداخته بودند. دست و پایش را در 1 بوجی و تنش را در 1 بوجی دیگر و سرش را بریده بودند. رفیع احمد نوری به تازگی از دانشگاه حقوق فارغ شده بود و قرار بود در وزارت دفاع ملی به کار آغاز کند. مروه در مدرسه محل درس می خواند. خانواده مروه می گوید که دخترشان نیز بعد از آن روز ناپدید شده است. مالک دانشگاه خصوصی کاروان از چندی به این سو در شبکه‌های اجتماعی به نفع طالبان فعالیت می کند و کارکردهای دولت را زیر پرسش می برد. پلیس کابل می گوید که جاوید اندیش به فساد مالی و خیانت ملی متهم است و از افغانستان فرار کرده است. این استاد کی بوده؟ این شخصیت معزز کی است؟ محترم سید جاوید اندیش. جاوید اندیش از مدت به این سو در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از تروریست‌های طالب تبلیغ می‌کند. در آخرین پستش نوشته است که تمویل نیروهای امنیتی فاسد به محافظت آمریکا کمک نمی‌کند.
امریکا باید با افغانهای واقعی که منظورش تروریست های طالب است مذاکره کند. در پست دیگر نوشته است که با آمدن طالبان در قدرت سیاسی، وضعیت سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در کشور بهتر خواهد شد. او همچنان در پست دیگر نوشته است که طالبان به مردم عام ضرر نمی رساند. ساحاتی که آزاد می شود سر و مال مردم در آن در امان است. تبلیغات اداره کابل علیه مجاهدین نادرست است. دانش در 2019 از مریدان سرسخت اشرف غنی بود. او را ناجی حل غمهایش می دانست و رهبر صلح و غنی بابا خطابش می کرد. اما حالا می گوید که اشرف غنی جوانان را به کشتن می دهد و به صلح باور ندارد. در حالی که در 2019 نوشته است که اشرف غنی از همه بیشتر به صلح علاقه دارد. رئیس جمهور نماینده مردم است و مسئولیت و صلاحیت صلح را دارد. در پست دیگر می نویسد که اشرف غنی دارای تابعیت دومی می باشد و حق رئیس جمهور بودن در افغانستان را ندارد. جاوید اندیش در زمان انتخابات ریاست جمهوری از کمپاینران سرسخت اشرف غنی بود. در بیانیه پلیس کابل آمده است که دوسیه فساد مالی و تقلب جاوید اندیش تحت کار بخش‌های مربوطه بوده که فرد مذکور مدت زیاد خود را پنهان نموده بود. به گفته پلیس جاوید اکنون به شکل غیرقانونی از افغانستان فرار کرده و همچنان به جرم خیانت ملی و همصدایی با دشمن به زخامت دوسیه خیش افزوده است. اشرف غنی می گوید که برای گروه طالبان تنها راه حل توافق سیاسی است که رضایت تمام مردم افغانستان در آن باشد. آقای غنی این موضوع را روز چهارشنبه در نشست ویژه برد مشترک نظارت و انسجام در ارگ ریاست جمهوری مطرح کرد. او همچنان می گوید جنگی که گروه طالبان پیش می برد ریشه مذهبی ندارد و صرفاً برای کسب قدرت و حاکمیت است. رئیس جمهور همچنان می گوید که جنگ طالبان را عالمان جهان اسلام هم ناروا و غیر مشروع خواندند. او می افزاید که طالبان جنگشان را شدت داده و با انفجار ماین‌ها، حمله های انتحاری، اعدام های صحرایی به گونه مکرر حقوق بشر را نقض کردند. اشرف غنی تأکید می کند که این گروه همچنان به کشتار غیر نظامیان ادامه می دهد. عمران خان نخست وزیر پاکستان می گوید که ایالات متحده با خروج از افغانستان اوضاع این کشور را به هم ریخته است. عمران خان در گفتگو با تلویزیون PBS گفته است که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دشوار است که گروه طالبان به توافق سیاسی موافقت کند. او می گوید که من فکر می کنم که آمریکا اوضاع افغانستان را به هم ریخته است. من بارها گفته بودم که افغانستان راه حل نظامی ندارد. امریکا زمان متوجه شد که اجرای حل نظامی در افغانستان وجود ندارد که متاسفانه قدرت چانه‌زنی‌اش را از دست داده بود. امریکا باید راه حل سیاسی را خیلی زودتر انتخاب می‌کرد، زمانی که 150 هزار سرباز ناتو در افغانستان حضور داشت.